وقتی افسر رومی که مسئول مصلوب کردن عیسی بود صحنه را دید گفت: واقعاً او پسر خدا بود. آنگاه سربازان آمدند و پاهای دو دزد را که در دو طرف عیسی مصلوب بودند شکستند. اما وقتی به عیسی رسیدند دیدند که او مرده است، پس پای او را نشکستند. اما یکی از آنها نیزه خود را به پهلو عیسی زد و خون و آب جاری شد. همه این واقعات اتفاق افتاد تا بهای کتاب مقدس انجام گردد که نوشته شده بود: هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهند شد و همچنین به او که نیزه زدند خواهند نگریست. بعد دو نفر از ایمانداران او، یوسف و نیقودیموس، بدن عیسی را از صلیب پایین آورده و در قبر گذاشتند. سپس نظر به تقاضای رهبران یهود، قبر را مهرلاک نمودند و سربازانی را گماشتند تا از مقبره محافظت کنند. پس از 3 روز زلزله شدید همه جا را تکان داد و فرشته خداوند سنگی را که به دهن قبر قرار داشت یکسو کرد. سربازان رومی از وحشت به لرزه آمدند و فرار کردند. وقت پیروان عیسی بر سر قبر آمدند و دیدند سنگی که به دهن قبر بود کنار رفته است، حیران شدند. ناگهان دو مرد با لباس درخشان در برابر آنها ایستادند و گفتند: چرا زنده را در بین مردگان می جویید؟ او اینجا نیست، او زنده شده است. او قبلا به شما گفت که به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب خواهد شد و در روز سوم دوباره زنده می شود. آنگاه سخنان عیسی را به یاد آوردند. در شب همان روز عیسی نزد شاگردان آمد و در میان آنها ایستاد و گفت: سلام بر شما. اما همه با وحشت افتادند و خیال کردند که روحی را می بینند. عیسی فرمود: به دست ها و پاهای من نگاه کنید، می بینید که واقعا خودم هستم، مرا لمس کنید. زیرا روح گوشت و استخوان ندارد، ولی طوری که می بینید من دارم. همه چیز همان قسمی که به شما گفتم اتفاق افتاد. زیرا آنچه در تورات موسی و مزمور درباره من نوشته شده بود باید به انجام می رسید. آنگاه فکر آنها را باز کرد و به آنها فرمود: در کتاب مقدس ذکر شده است که مسیح باید رنج و عذاب ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و در بین ملت‌ها برای آمرزش گناهان در نام او موعظه خواهد شد. شما شاهد همه این چیزها هستید. بعد از آن عیسی به بسیاری مردم ظاهر شد و نشان داد که زنده است و به این ترتیب واقعیت رستاخیز خود را ثابت کرد. آنگاه به شاگردان خود هدایت داده فرمود: حالا به سراسر جهان بروید و مژده نجات را برسانید. بعد از 40 روز تا به شاگردان خود گفت: بعد از آن که روح القدس بر شما نازل شد، قدرت خواهید یافت تا به همه مردم حتی در دورترین نقاط جهان درباره من شهادت بدهید. بعد در برابر چشمان آنها عیسی به سوی آسمان برده شد و در ابر از نظر آنها ناپدید گشت. ناگهان دو مرد سفید پوش در مقابل آنها ظاهر شده گفتند: چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می نگرید؟ همین عیسی که به عالم بالا برده شد به همان گونه که رفت، روزی نیز دوباره باز خواهد گشت. پس پیروان عیسی به همه جا رفته مژده نجات را اعلام کردند و مردم را تعمید دادند و به آنها گفتند که مسیح نجات دهنده زنده است. آنها از روی شواهد کتاب مقدس به مردم نشان دادند که به وسیله گناه آدم، گناه و مرگ به جهان آمد. اما توسط عیسی مسیح مردم از گناهانشان بخشیده می شوند. مردگان خدا ایمان داشتند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آوردند، از قبرها زنده برمیخیزند و با آنهایی که زنده اند در ابرها ربوده شده تا مسیح را در هوا ملاقات کنند. آسمان شگافته خواهد شد و عیسی همچون پادشاه پیروز و داور عادل باز خواهد گشت. لباسش این نام نوشته خواهد بود: پادشاه پادشاهان و سرور سروران. و لشکر آسمان سوار بر اسبهای سفید به دنبال او خواهند آمد. همانطوری که زکریای نبی پیشگویی کرده بود، عیسی بر کوه زیتون خواهد ایستاد و کوه دو نیم خواهد شد و مسیح بر روی زمین سلطنت خواهد کرد. پس از ختم 1000 سال شیطان بار دیگر به گمراه کردن مردم شروع خواهد کرد
ولی آتش از جانب خدا بر سر آنهایی که پیروی شیطان میکنند نازل خواهد شد. سرانجام شیطان فریبکار در دریاچه آتش افگنده خواهد شد و روز شب برای همیشه عذاب خواهد کشید. آنگاه مردگان از خرد و بزرگ زنده شده در برابر حضور خدا خواهند ایستاد. کسانی که نامشان در دفتر حیات ثبت نباشد در دریاچه آتش افگنده می شوند. ولی خدا با قوم خود در آسمان و زمین جدید حضور خواهد داشت. خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد. در آنجا نه غم، نه گریه، نه درد و نه مرگ خواهد بود، زیرا این چیزها گذشتند. در آنجا هرگز شب نخواهد شد و به چراغ و نور آفتاب نیازی نخواهد بود، زیرا جلال خدا و بره روشنی و نورشان بوده و آنها تا به ابد زندگی خواهند کرد. در آنجا درخت حیات قرار خواهد داشت و همه مصیبت ها و لعنت ها دور خواهند شد. عیسی فرمود: هر که تشنه است بیاید و آب حیات بنوشد. من به زودی می آیم و هر کسی را بر حسب اعمالش اجرت می دهم. کسی که به سخنان من گوش می دهد و به آن کسی که مرا فرستاده است ایمان می آورد، زندگی جاودان دارد و هرگز هلاک نخواهد شد، زیرا از مرگ نجات یافته و به حیات ابدی رسیده است. این بود داستان خدا برای شما. شما دیدید که خدای خالق و حیات بخش سخن گفت. او شما را دوست دارد و شما برای او عزیز هستید. شما می توانید به خدا نزدیک شوید و او را صادقانه بپرستید. اما خدا مقدس است و انسان گناهکار نمی تواند به او برسد. انسان هر قدر نیک و کار و مذهبی باشد، باز هم نمی تواند از گناه و عاقبت آن نجات یابد. ما با اعمال نیک خود نمی توانیم گناهان خود را بپوشانیم، بلکه به عیسی مسیح نجات دهنده احتیاج داریم. انسان گناهکار و بدون عیسی مسیح از حیات جاودان محروم است و به خدا نمی رسد. اما خدا از این ضعف انسان آگاه است. کتاب مقدس می فرماید: خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هرگز هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. کتاب مقدس همچنان می فرماید: یک خدا و یک واسطه میان خدا و انسان است، یعنی شخص عیسی مسیح. و شما اینک اگر واقعا می خواهید با خدا دوستی و مشارکت داشته باشید و بخشش گناهان و رحمت خدا را به دست آورید، می توانید با من این گونه دعا کنید: ای خدای مهربان، من عیسی مسیح را من حیث نجات دهنده خود می پذیرم. تشکر که به خاطر عیسی مسیح گناهانم را می بخشی. عطا کن تا تو را با تمام قلب و فکر خود محبت کنم و حقیقت تو را بیشتر بشناسم. اینک زندگی خود را به دست تو می سپارم. از من انسان بساز که مقبول تو باشد. در نام عیسی مسیح، آمین. اگر چنین دعا کرده اید، یقین داشته باشید که شما فرزند خدا هستید. هر روز دعا کنید، با ایمانداران حقیقی مشارکت داشته باشید و کلام خدا را همیشه بخوانید. اگر مایل هستید که بدانید چی گونه در راه تازه با خدا قدم بردارید، لطفاً به آدرس ما نامه بنویسید و ما رساله راجع به این موضوع برای شما خواهیم فرستاد.